رادیو صدای زندانیان سیاسی. سلام، من یسرا مازی نژاد و شما شنونده ی رادیو صدای زندانیان سیاسی هستید. زندانی سیاسی صدای اعتراض جامعه است و جمهوری اسلامی تمام قد تلاش می کند به هر شکل ممکن شرایط بسیار غیر انسانی با ایجاد رعب و وحشت را برای زندانیان سیاسی فراهم کند. و از طرفی زندانیان سیاسی امروز نه تنها ساکت نمی نشینند بلکه پرچمدار مبارزات هستند. در همین رابطه و در آستانه 20 ژوئن برابر با 30 خرداد که به روز حمایت از زندانیان سیاسی در ایران اختصاص داده شده، از ملیحه حیاتی، یکی از اعضای برگزاری موسیقی لایو در حمایت از توماج صالحی و علیه اعدام میشنویم. سلام و خوش آمد میگم به شما ملیحه حیاتی. به نظر شما آیا برگزاری این روز میتونه در ایجاد اتحاد مردم و نهادهای داخلی و بین المللی مثمر ثمر باشه؟ سپاسگزارم از دعوتتون. ببینید، البته سوال شما سه تا مقوله داره: اتحاد مردم، نهادهای داخلی و بین‌المللی، که یک در واقع چارچوب بسیار پیچیده‌ای رو در خودش جای داده. روز در واقع حمایت از زندانیان سیاسی، صدای آنها بودن، همبستگی با آنها، من میخوام این رو اشاره کنم که برخلاف روزهای جهانی دیگری که به تو در واقع یک روز هستند در سال، ما روزهای زیادی رو، تقریبا 4 یا 5 روز رو، به عنوان روز بین‌المللی حمایت از زندانیان سیاسی، روز زندانیان سیاسی، روز همبستگی با آنها میبینیم و این خودش نشاندهنده این هست که این مسئله چقدر اهمیت داره، از جهت اینکه نمی بایستی به فراموشی سپرده بشه، به دلیل اینکه جلوی تکرار آن گرفته بشه. به همین دلیل از هر جهتی که به این روز و حمایت از اونها، زندانیان سیاسی و اعدام شدگان و در واقع ناپدید شدگان قهری بپردازیم، در طول تاریخ جهان و به خصوص ایران یک روز که نه صدها روز نیاز داره. بنابراین همین این مسئله که ما گسست در واقع حافظه‌ای و گسست از گذشته رو نداشته باشیم، مطمئنن کمک خواهد کرد که ما بتونیم مردم رو در کنار هم قرار بدیم. برای واضح شدن و روشن شدن این صحبتم مثالی میارم از دهه 60 و ناپدید شدگان قهری آن دوره، زندانیان سیاسی آن دوره، تفاوتش با الان. در واقع در اون موقع تمام تلاش این بود که کسی در مورد اونها نه صحبت کنه و نه دادخواهی کنه و همین باعث شده بود گسستی بین نیروهای در واقع فعال سیاسی، زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه با مردم به وجود بیاره، در حالی که الان به یمن همین فعالیت‌هایی که در زمینه افشا، در زمینه پیگیری، در زمینه استمرار در واقع یادآوری جنایات رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته، ما میبینیم که این گسست در واقع حافظه‌ای یا گسست از گذشته، فراموش کردن گذشته، غیر ممکنه. الان مادران دادخواه خودشون عاملی هستند برای همبستگی مردم و همبستگی با یکدیگر و این در واقع خصوصا بعد از جنایت رژیم در قتل دولتی مهسا امینی خیلی نمود پیدا کرده. پس اون وجهی که شما در مورد اتحاد مردم میگید در مورد بزرگداشت این روز، من فکر میکنم که بله، این میتونه نقش مهمی داشته باشه، چون بزرگداشت این روز یعنی بزرگداشت تمامی آنهایی که امروز در زندانها هستند و در طول این 4 دهه جنایات رژیم هستند و
به دلیل اینکه این استمرار گذشته از روز برپایی این رژیم تا کنون رو به حافظه مردم دوباره برمیگردونه و اون رو تازه نگه میداره، باعث میشه که مردم در واقع در کنار یکدیگر قرار بگیرن. اما نهادهای داخلی، مطمئنا نهادهای داخلی که جدای از مردم نیستن و در کنار مردم هستن، مثل همون نهاد مادران دادخواه، نهاد بازنشستگان، فرهنگیان، تمامی نهادهایی که در واقع در ایران با تمام این سانسور و خفقانی که وجود داره و سرکوبی که وجود داره به وجود آمدند، همه اونها خودشون از این جنایات رژیم ضربه خوردن، نیروهاشون در زندانها هستند به عنوان زندانیان سیاسی، بسیاری از اونها اعدام شدن. بنابراین باز همین در واقع دادخواهی و اعتراضشون برای جلوگیری از اعدامهای بدون دادگاه و به دور از عدالت و در واقع به دور از داشتن یک دادگاه عادلانه، باعث میشه که این نهادها هم به هم در واقع نزدیک بشن. اما از نظر بین‌المللی متاسفانه باید بگم که فضای بین‌المللی با ما در واقع به دلیل ماهیت سیاسی که داره و منافعی که در پی اون ماهیت‌های سیاسی و در واقع اقتصادشون خوابیده، می‌بینیم که با ما خیلی دوگانه و حتی چندگانه بازی می‌کنند. ولی بزرگداشت چنین روزهایی و همچنین برگزاری برنامه‌های متعدد، اکسیون‌های متعدد، اعتراضات به هر شکل ممکن که در واقع نیروهای فعال تونستن در خارج از کشور و حتی در ایران به وجود بیارن و انجام بدن، باعث شده که اون نیروهای بین‌المللی هم که باز هم میگم روی این فراموش کردن در واقع گذشته و اینکه در واقع سعی کنند که طوری رفتار کنند که بیش از اینکه این جنایات رو افشا کنند، این جنایات رو که افشا شده رو حتی بررسی کنند، سعیشون بر اینه که به انواع مختلف و به انواع مختلف این رو در واقع روش سرکوب بذارن و در راستای اقتدار خودشون و یا فراموشی که میخوان به وجود بیاد. بنابراین یک بخشی از نیروهای بین‌المللی واکنش هایی رو انجام میدن، ولی این واکنش ها در قبال جنایاتی که رژیم میکنه از نظر خود من بسیار اندکه و بخشی دیگر از اونها همونطور که گفتم چندگانه رفتار میکنن. نمونه بارزش رو در سازمان ملل داشتیم و اینکه با وجود اینکه صندلی های خالی بودن، ولی برنامه سکوت برای مرگ جنایتکاری مثل رئیسی رو و ادای احترام به اون رو انجام دادن. ما کاری که میتونیم بکنیم با بزرگداشت چنین روزهایی، حمایت از زندانیان سیاسی، صدای آنها بودن و رساندن صدای اونها به تمام دنیا، در واقع راهی رو باز میکنیم که اونها حتی یک لحظه هم به فراموشی سپرده نشن. ممنونم از شما ملیحه حیاتی. همکنون جان بسیاری از مردم ما، از جمله جوانان ما، خانواده های داغدار و دادخواه و زندانیان سیاسی در زندان های ایران در خطر است. از همه شنوندگان برنامه رادیو صدای زندانیان سیاسی تقاضا داریم که از طریق لینک های ارتباطی و شماره تماسی که بر روی این صفحه مشاهده می کنند، اگر اطلاعاتی را در خصوص این افراد دارند برای ما ارسال کنند تا ما بتوانیم صدای آنها باشیم. ممنون از شما که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید. هر جا هستید سلامت و شاد باشید. رادیو صدای زندانیان سیاسی.